گفتم کنام شیر لجنزار نیست، بنشین مثل است و خاکستر و نیست بار مثل جدایی و بارش خون. طریق باد مرا سوخت سوخت آدم کرد. من از نصرت رحمانی چی بگم؟ از کسی که این شعرها رو تنظیم کرد و به دست من داد خیلی متشکرم. من خیلی پریشید و یادم نیست، حالا میخونم. مهمترین چیزی که در مورد نصرت رحمانی به نظر من اهمیت داره و این که توضیح میده شهرت اون رو در دهه‌های 30 40 و 50 مسئله فیگوری است که ایشون به اون منتسب شد و اون فیگور شاعر خراباتیه. این روزها این گونم، ببین دستم چه کند پیش می رود، انگار هر شعر با کره ای را سرودم. شاعر خراباتی در ادبیات کلاسیک فارسی نمونه مثالی شاعر در ذهنیت ایرانی هست، یعنی اینکه شاعری که با هنجارهای اجتماعی سر ستیز داره، احتمالاً آشفته حال هست یا میخواد که به نظر برسه، و این یه جوری به شهرت نصرت رحمانی و یه جور افسانه پردازی حول فیگور نصرت رحمانی کمک کرد. اگر که میدانی که از تعهد شمشیر و قلب بیزارم، اگر که میدانم هنوز بیدارم. نصرت رحمانی از زمره شاعرانی بود که با چاپ نخستین کتابش به شهرت رسید خیلی زود، و دلیلش هم این بود که کسانی که در اون زمان چهره بودن مثل نیمایوشیج و شاعران نامدار دیگه اون رو تایید کردن، و همزمان به اصطلاح در فضای پس از مرداد 32 تونست به عنوان یک شاعری که اون فضا رو به نوعی در شعر خودش بازتاب میداد شناخته بشه. البته مطبوعات هم در اون دوران نقش مهمی داشتن، چون تقریبا میشه گفته هنوز شاعر به عنوان یک نیروی اجتماعی مطرح بود و مطبوعات هم ابزار خوبی بودن برای شهرت دادن به شاعران. لیلی چشمت خراج ظلمت شب را از شاعران شهر طلب میکند، من آبروی عشقم هشتا تا به خاک نریزی، پر کن پیاله را آرام تر بخون، آواز فاصله های نگاه را در باغ کوچه های فرصت و میاد. رحمانی رو به نظر من میشه یک شاعر رمانتیک اجتماعی دونست، یعنی شاعری که امر اجتماعی رو یه جوری رمانتیسیزه میکنه. اما تعهد اون برخلاف خیلی از شاعرهای دیگه هم نسل خودش یک تعهد ستیز جویانه و مبارز طلبانه نبود، در واقع بیشتر یک تعهد فردی و شخصی بود و یک تعهدی بود که خودش رو به شکل نوعی گلایه و شکوه از روزگار و زمانه نشون میداد، به جای اینکه به اصطلاح بخواد مبارز باشه و ستیز جو باشه. رمز آزادی در چنبر هر زنجیریست، قفل هم امیدیست، قفل یعنی که کلیدی هم هست، قفل یعنی که کلید. در میان کسانی که از نیما تأثیر پذیرفتن، شعر نصرت به نظر من شعر خیلی نیرومندی نیست، یعنی مثلا تزاحم تصاویر داره، تزاحم استعارات داره، سطرهای شعر درخشان داره ولی اضافات هم زیاد داره، در واقع شعر ناویراسته است. نصرت رحمانی شاعر بلفطره است به یک معنایی، یعنی شاعری است که نگرش به شدت شاعرانه ای داره ولی در اون وجه ویرایشگری شعر و دانشوری شعر خیلی کار نکرده. خب برای خیلی ها این جذاب هست و برای من هم در دورانی که خیلی جوانتر بودم شعر نصرت رحمانی رو خوندم و ازش لذت می بردم. اولین کتاب شعری که خوندی یادته؟
آره هنوز مدرسه ابتدایی میرفتم که یه روز یواشکی رفتم سر وقت کتابای پدرم. اسمش چی بود؟ میاد در لجن. چه اسم عجیبی. شعرش هم همینطور عجیب بود. بعدن که دوباره خوندمش خیلی هم به نظرم عجیب نیومد. ولی اسم فوق‌العاده‌ای داره. پروانه مسین آینه بار بر پا نشسته بود در پهنه لجن و هر دو روی آن خط بود، خطی به سوی پوچ، خطی به مرز هیچ. رحمانی نوعی شعر وارد ادب ما کرد که سابقه نداشت. شعر ممنوع، شعر گناه‌آلود. خدایا تو بوسیده ای هیچگاه لب سرب فام زنی مست. رحمانی شاعریست نه اونطور که خود گفته بدنام، بلکه ناکام. شعر رحمانی به ناچار شعر جوانی بوده. بنگر چگونه دست تکان میدهم، گویی مرا برای وداع آفرید و با عصا آرام درگاه وارغنودم.